صار خدت خبر. ثبت بیش از 200 رویداد مشکوک ویروس کرونا در کابل. بعد از هرات واقعات مشکوک ما در کابل تقریبا 222 واقع مشکوک سمپل روان شده برای تو. نگرانی شهروندان از گسترش بیماری کووید 19 در کشور. هر شهروند اگر مسئولیت خودش را بدانه، یعنی در حقیقت خیر و صلاح تمام مردم افغانستان را خواسته. قصه یک بانوی جوان که سه شوهرش را در نبردها از دست داده است. ولد مشرم بلو دا غسم کاس ما دا غسم خجون بخم کورو دبل سا بیر اقشان فات شما یوزین و بیر ابل فتن کاس ما سکور می جون و خسا آغا شهید شد. به تعلیق در آمدن نامزدی افغانستان برای عضویت در سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی. و افزایش شمار بیماران کووید 19 به 172,000 در جهان. به نام خدا و شب شما بخیر. در 24 ساعت گذشته هیچ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت نشده است، اما افغانستان هنوز هم از این رهگذر بسیار آسیب پذیر است. وزارت صحت عامه میگوید که پس از هرات بیشترین رویدادهای مشکوک در ولایت کابل ثبت شدند. در همین حال بنیادگذار شرکت علی بابا میگوید که کمک‌های بهداشتی چون ماسک، ابزارهای آزمایش و لباس‌های محافظتی به کشورهای منطقه به ویژه به افغانستان خواهد فرستاد. سفیر چین در کابل میگوید که این کمک‌ها به زودی به افغانستان خواهند رسید. وزارت صحت عامه میگوید که در 24 ساعت گذشته هیچ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت نشده است. ټول 4 ساعت که موږ هیڅ مثبت پیښه نه درلوده، په مجموعي ډول تر اوسه پورې 409 مشکوکې پیښې لابراتوارو ته راوړل شوي دي، چې د دې سمپلونه 4 مثبت او 414 منفی او دولس نور دی لابراتواری معاینات لاندې دی. هرات و کابل ولایت هایی هستند که بیشترین آمار رویدادهای های مشکوک را با خود دارند. وزارت صحت عامه همچنان از ایجاد مرکز تشخیص ویروس کرونا در هرات خبر می دهد که نمونه های مشکوک ولایت های هرات، فرا و نیمروز در آن تشخیص می شود. بعد از هرات واقعات مشکوک ما در کابل تقریبا 222 واقع مشکوک سمپل روان شده به لابراتوارها. در همین حال بنیانگذار شرکت علی بابا در صفحه تویترش نوشته است که کمک های بهداشتی را مانند ماسک، افزار آزمایش ویروس کرونا و لباس های محافظتی به کشورهای آسیایی به ویژه افغانستان خواهد فرستاد. سفیر چین در کابل در صفحه تویترش نگاشته است که این کمک ها به زودی به افغانستان خواهد رسید. باشندگان کابل از شهروندان کشور و دولت می خواهند تا ویروس کرونا را جدی بگیرند. اگر ما این را جدی نگیریم و مردم افتصاح را رعایت نکنند، اما موضوعات بهداشتی را رعایت نکنند، بدون شک ما دچار یک فاجعه انسانی بسیار خطرناک میشیم. ما می خواهیم توجه از وزارت صحت عامه که لطفاً توجه بکنه، لطفاً ویروس کرونا را تمام ملت جدی بگیریم. پزشکان خطر ویروس کرونا را جدی می دانند و برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری کووید 19 شهروندان کشور می خواهند تا با استفاده از ماسک، شستن دست ها با صابون، استفاده از غذاهای با ویتامین C و جلوگیری از احوال پرسی با این ویروس مبارزه کنند. خالد نیکزاد، طلوع نیوز، کابل. آقای نظام الدین جلیل رئیس شفاخانه های پایتخت و خانم مسعوده کروخی عضو مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر در این باره اینجا در استودیو با ما هستند. خیلی خوش آمدین مهمانان به برنامه آقای جلیل. با شما آغاز بکنیم. میدانین که امروز چند نفر از بیرون از افغانستان وارد کشور شدن؟ اما ارقامی که ما می داشته باشیم به صورت میانگین تا برای دیروز و روزهای گذشته و تا امروز بالاتر از 2700 نفر تنها در یک وقت گذشتن و به سلسله امو اهتمامات که وزارت صحت عامه به خاطر اسکرینینگ و یا غربال هرچی بیشتر از اینا سوال گفت که امو وسیله دیجیتالی را هم در میدان هوایی کابل و هم در میدان هوایی اسلام قلعه که در این صورت ما
میتونیم که واقعات بیشتر، یعنی از تمام مرزهای کشور زمینی و هوایی نزدیک به 3000 نفر وارد افغانستان. من تنها از یک مرز گفتم که بله، از کجا؟ بالاتر تنها از مرز نیمروز برای شما گفتم. هرات اگر بگوین، اگر هرات با اینا در حدود 12 تا 13 هزار نفر در یک روز وارد افغانستان میشن. آقای جلیل، 12 تا 13 هزار نفر چک میشن تمامیشان یا نخیر شما کسایی را بررسی میکنین، زیر نظر میگیرین که مشکوک هستین بالایشان؟ خب امی اسکرینینگ یا غربال به اساس هم رهنمود سازمان صحی جهان پروسیش قسمی است که اونایی که اولین علامه از این تب است، اگر ما میتونیم با تب شناسایی میکنیم، خب باز اینمیج دستبندی از اینا صورت میگیره. اونایی که تب میداشت باشن باز در قسمت محل دیگر انتقال داده میشه تا هم احتمامات بعدی نزدشان گرفته شود. یک تعداد زیاد علائم نزدشان موجود نمی باشه. کار دیگه که ما کردیم و بسیار نتیجه خوب هم داده، اما برگه های معلوماتی بر از اینا داده میشه که چون حملا در جریان اسکرین یا غربال اینا کاملا صحتمند می باشن، اما برگه معلوماتی از دو بخش سری برگه های معلوماتی شما ولی آقای جلیل، من میخواستم که بیایم که ارزیابی از یا آیا چه قسمت این برگه های معلوماتی بر ما کمک میکنه که اوجا از هموطن ما خواسته شده که زمانی که خانه میره باید کدام نکات مد نظر بگیره و از زمانی که اعراض علائم نزدش پیدا میشه. سوال ما است که شما میگین در 24 ساعت گذشته هیچ رویداد مثبت در افغانستان ثبت نشد. در 24 ساعت گذشته هم در این زمان دارین میگین که نزدیک به 13 هزار نفر وارد افغانستان شده، یعنی از 13 هزار نفر هیچ کسی نه مشکوک بوده نه هم مبتلا. نخیر، نه، ما واقعات مشکوکی که اینایی که میای ما هنوز هم بالاتر از 30 واقع مشکوک تحت بررسی هست. ما دارم در مورد 24 ساعت گذشته گپ ما امروز که نتایجی که اعلان شدی واقعات مشکوکی بود که ما روز یک روز قبل از او آمده بود، اما واقعات مشکوکی که امروز اضافه تر از 40 واقع مشکوک دیگه که میای هم در لابراتوری حوزه هرات ما و هم در لابراتوری مرکزی ما، باز اینا به اساس هم بود تحلیل و تجزیه که یک لاین لست بشن، مثلا در حدود 70 تا 80 سمپل میاد، اینا به اساس کاتگوری بندی میشه، باز آیسا آیسا میرن به طرف ماینه، بازی باز ما انتظار میکشیم در 24 ساعت که نتیجهشون بیاد. چرا مردم بالای کار شما شک داره آقای جلیل؟ چند تا انتقاد است که مردم یا چند تا پرسشی است که از شما دارن. یک، میگن که خب بیشتر از 40% بیماران مبتلا به کووید 19 تب ندارن، درست است؟ بین 2 روز تا 15 روز یا بیشتر و کمتر علائم بیماری در وجود یک بیمار آشکار نمیشه، پیدا نمیشه، ما نمیفهمیم که مریض است یا نه. خب انال شما روزانه یا در 2 روز 13 تا 14 هزار نفری که وارد افغانستان میشه اینا رو میفرستیم که برن به خانه هایشان، یعنی در 13 تا 14 هزار خانواده این مرض میره، چنین نیست؟ بیاین اگر ما اینا را ببریم به طرف قرنطین شرایط خاص خود میخواه و در جریان اسکرینینگ امی اعراض علائم نزدشان موجود نمی باشه فعلا، باز امی ما امروز اگر یک واقع مثبت در دایکندی کشف میشه این نتیجه چی بوده؟ اگر هموطنان ما امروز شکایت میکنن که خب در پالوی ازی که خدمات ارزه میشه مشکلات و چالش ها ما میداشته باشیم، اما امروز اگر واقع در سمنگان کشف میشه در ولسوالی دوردستش، اگر واقع در کاپیسا کشف بشه اینمی نمایندگی از اینا کی هستن؟ کسایی که در دایکندی سمنگان و بلخ کشف شده در جریان اسکرینینگ یا غربال از زیر دست شما اینا رفتن به ولایت های دیگر و مریضی با خود با اینا رفته، درست است؟ پس کار شما در مرز کار نهایی نیست و نمیتونین کنترل بکنین، این باید بپذیرین. و ما ایجا باز بر علاوه که مثلا شخصی که مشکوک است اعضای خانواده از او هم لس میشه، به این معناست که اگر واقع مثبت است ما اما حد اقل تونستیم کسایی را که در مو روزا تماس داشته ای از نظر سرولانس همکارا مثلا بر یک واقع مشکوک حتی ما تا 20-25 واقع دیگه که کانتکت یا تماس میذاشه اونا هم پیدا میشن که ما بتونیم آخرین تماس هایی که همی هموطن ما داشته بتونیم اونا را هم پیدا بکنیم تا اطمینان حاصل بکنیم. چرا خطر را بپذیریم آقای جلیل؟ شما کسایی را که از بیرون میآیند درست نمیتونین بررسی بکنین، مطمئن شوین که بیمار است یا نیست. اینا میرن به خانواده هایشان، شاید عملا بیماری را میبرن که پخش شوه در خانواده هایشان، درست است؟
پس از او شما دست به کار میشین. چرا در مرزهای افغانستان ما یک ابزاری نداریم که به گونه کامل مطمئن شویم؟ ببینین یا در توان ما نیست. ابزاری که فعلا استفاده میکنیم، امی ابزار در ما روز گذشته یک ویدیو کانفرانس بود با سکتور صحت چین که دو بیشتر از 40 کشور عملاً همگی همزمان امو گزارش خودم میدادن. همی ابزاری که ما فعلا برای درجه تب استفاده میکنیم، همی در چین هم استفاده میشه، همی در امریکا هم استفاده میشه، اونا برای از کار دیگه نمیکنن. برای شما هم نباید بکنین چون دیگران نکردن. شما. یعنی ما پیشتر گفتیم که برگای معلوماتی، برگای معلوماتی است که زمان از هموطن ما خواهش شد وقتی بیماری در خانه مردم برای دیگه برگه با چی درد میخوره؟ ببینید من برای شما چی میگم. برزی اوجه بسیار ساده برش گفته میشه زمانی که در خانه میری، حداقل در مدت 14 روز کوشش کن در محل جداگانه باشی و تمام نکات اوجه ذکر شده. اینی نکات مد نظر شما فکر میکنین که یک شهروند افغانستان در دایکندی و بلخ و سمنگان که رفتی کار انجام میده که مطمئنا نه؟ خب امی که شهروند ما اعراض علائم نزدش پیدا میشه و میایه به شفاخانه، امی به این معناست که یک قسمت پیاما بر از این انتقال کرده که قابل شفاخانه. آقای جلیل دوباره میخوام که روخی شما خوش آمدین به برنامه. آنجا که وزارت صحت افغانستان در مرزهای افغانستان انجام میده برای جلوگیری از این بیماری، فکر میکنین که کافیست و یا ای که به باور مردم این بیماری عملا داره به بخشهای افغانستان انتقال داده میشه؟ به نام خدا با عرض سلام و احترامات خدمت دکتر صاحب بینندگان محترم، این ویروس کرونا یک بلای جهانی شده. امروز تمام کشورهایی که با تمام امکانات و تجهیزاتی که دارم، بازم شما میبینیم که با چی سرعت ای به پیش میره. ابتدا چین بود، حال امروز دیدیم ایتالیا، بعد از او اسپانیا، اینا به کجا میره؟ مشکلی که در افغانستان است، متاسفانه چیزی که از خارج اینجا وارد میشه. امی ما دو کشور همسایه، گرچه ما هم همه مردم تشویش دارم، مرزی که روزانه 13-14 هزار نفر در اینجا داخل شه، اصلا وزارت صحت حتی خود حکومت با امی تمام امکانات خونه میتونه. بیام که واقع بینانه صحبت کنیم، این بسیار مشکله. دیگه دنیا اولین کاری که کردم همه مرزها خور بند کردم، خانواده ها هم خود قرنطینه کردم. باور کنم من پیشتر که بیام، خواهرم به هلند با من صحبت کرد، گفت ما تلفن میکنیم، حتی دکترام گفت ما نمیبینم، ما تلفن میکنیم که یا مثلا گلوده، میگن قرنطینه کنیم، خود به خونه ها خوب باشیم، بس خلاص. و بیشتر همکاری خود مردم و خود مردم هم باید اینجا ملزم باشم که خود وقایع کنم، یگانه راه. اما مشکلی که امروز در افغانستان است و این مرز اسلام قلعه، او فرا، او نیمروز، هرچم که قاچاقی میایه، ما نمیفهمیم که اینا عمدن میایم، اینا فرستاده میشم، یا این بیچاره از ترس جان خو. یک عده کسا میگم که ما در اینجا تداوی کسی مال نمیکنه، یک عده میگم که خب شایعاتیه که حتی اگه به محض از این که بفهمم ما مصاب به همین مرض هستیم، به شکلی از بین برده میشیم و خونا هم وطندارا ما هستم. خوشبختانه چیزی که در افغانستان تا حال نتیجه بهتر در نسبت به دیگه کشورها داده، تا حال از خود کسایی که در داخل افغانستان بیدم انتشار نکرده، انتقال پیدا نکرده، و این هم یک خبر خیلی خوش میتونه. اما به این معنا نیست که ما باید غافل باشیم. بعضی متخصصین، دوشب پیش بود که بود تلویزیون بی بی سی، یک دکتر صاحب افغانی بودم که اونا میگفتن ما از حالی که به اساس همو علم ساینسی که ما داریم، ما که آمارگیری میکنیم و این نتایج تحقیق میکنیم، در افغانستان اگه وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشه و مرزا باز باشه، خدای ناخواسته خدای ناخواسته، طوری که دکتر صاحب گفتم، طوری که شما گفتیم، همین علایم ازی به زودی معلوم نمیشه. حالا در ولایت هرات شما ببینیم، بیشترین کسانی که امروز قربانی میدم دکتر صاحب هستم. اولین دکتری که ایر به ولایت هرات همون نفر اول تشخیص داد، بدبختانه که خود از اون مصاب شد. حالا چند تا دکتر صاحبای دیگه که به تازه به ولایت هرات مصاب شدم، دو تا اینا از یک فامیل هستم، هر دو تا اینا تازه از ایران آمدم. تازه از ایران آمدم.
و یا رحم خدا شده به سر ما مردم افغانستان. یک چی بود خواهر فامیلا ما به ایران بودن به رخصتی ها، به ما از کمی گپ شنیده شد اینا بیامدم، خواهر ما گفت من رفته بودم پیش دکتر. یعنی شما میگین بسنده کنیم با اون چی که فعلا داره انجام میشه؟ اصلا نه، از همه مهمتر باید به سر مرزا لااقل روابط داریم ما، روابط دیپلماسی داریم، روابط بین المللی داریم، روابط همجواری همسایگی داریم، لااقل کمکی بشینم مثلا دولت ما با دولت جمهوری اسلامی ایران همین رفت آمدها برای یک مدت شوار. اونی طوری که مهاجرین از پاکستان گفتم مدت با وساطت ملل متحد اگر چیشه یک توافق که در ایران باشن در غیر از او باور کنیم که وضعیت وضعیت خیلی خرابتر از این میشه، خیلی خیلی خرابتر میشه. حال این چند روز پیش 3 نفر در غور بله جان باختن، 3 روز پس از این که از ایران برگشتن. شما میدانین که در سر بیماری کرونا بوده؟ چیز واضح شما ببینیم، یک نرس بود به ایران، این دختر رو میرفت بین شفاخانه افتاد زوف کرد، خب مرد. گفتم که مرگ از این نامعلوم است. بعد از 1.5 هفته که دینی از این گرفتم معلوم شد که او به دلیل همه کرونا بوده که مرد. بله در کجا؟ به ایران. به ایران من نمیفهم به کدوم یک از شهرهای بود. نرس 25 ساله. حال اینا هم کی هست در منطقه و حمال ما بیچون ما درست. ارتباطات ما اینقدر وسیع و گسترده نیست یا حکمت تشکر. ما چه خبر داریم که روزانه افرادی که میمورم ها دلایل مرگ نامعلوم است؟ این مشکل کلان است. میان برنامه کوتاه. باز هم خوش آمدید آقای جلیل. آیا می دانیم که در افغانستان روزانه چند نفر جان می تن یا جان می بازند در اثر بیماری های مختلف، یا فکر می کنید که با ابزارها یا امکانات کمی که افغانستان داره مشخص نیست؟ وزارت سرطانه از سالهای طولانی به این طرف یک دو سیستم ایجاد کرده. یک همو سیستم معلومات صحی داریم که ماهانه تمام ارقام خدمات که در سطح شفاخانه ها میشه از مرکز شروع تا دورترین مرکز صحی این ماهانه راپور میاد، تمام خدمات است، امراض است، هم تلفات همش است. و یک بخش دیگه که همی سیستم سرولانس یا گزارش دهی داریم که این امراض فورا قابل گزارش است. اینا ما در تقریبا بیشتر از 300 مرکز صحی در کل در صد کشور هم و مراکز راپوردهی از اینا هستند که امراضی که امراض جمع‌آوری میشه یک لیست میشه و این باز با عین ما یا با عین هفته با سال گذشته مقایسه میشه. کسایی که اگر در اثر بیماری کرونا در خانه هایشان در روستاهای دوردست افغانستان جانشان از دست بتن خبر ندارین؟ من برای شما میگم برمیم گفتیم دو سیستم ما فعلا داریم که یکی هی است و ایجا هر واقع فوتی هر سیر غیر نرمال مرض ایجا تحلیل میشه و اوجا همکارا حاجل تحلیل رو تجزیه میکنن که مرض نسبت به حالت نرمالش بیشتر شیو کرده، ای باید تحقیق شده که چرا زیاد است یا کدام خدا نخواسته کدام اوتبریک نباشه که تعداد امراض زیاد نشه. یکی بیشتر از 20,000 هلپوست یا کارکنان صحی جامعه در سطح کل اینا کسی هستند که در خانواده ها هستند. ما همزمان با اینکه کارا را در بخش اهتمامات ویروس کرونا یا کووید 19 شروع کردیم از اینا هم مال کار گرفته میشه که از قرارجات دوردست هر گونه که مرضی که غیر نرمال سیر میکنه اینا مو یک شبکه ما ایجاد کرده. کنترل طالبان چی؟ این خوشبختانه یک ما مثلا خدمات کمپاین های واکسین است که در تمام سطح پیش میره و اینجا زیادتر از این شبکه که در سطح جامعه هستن، بزرگان هستن، چی در آن طرف خطای جنگی هستن از اینا حتی. اما 3 تا واقعه مشکوک در غور در پسابند غور رخ داد، هنوز شما آیا میدانین که در اثر بیماری کرونا بوده یا خیر؟ هفته گذشته قبلا همکارای می بخش که ما برای شما گفتم تیم سرولانس دمو با
صحبت‌هایی که با بزرگای محل داشتنم و آخرین بررسی خود از او واقعات کردن چی بودن؟ ببینین که ما فعلا یک لیست طویل از همراز می داشته باشیم. ما زمانی که نتونیم از معاینه تشخیصی کار بگیریم و ضمناً از خدمات تبلی کار نگیریم، این بیش از وقت قضاوت خود بود که ما این مرگ یک هفته میگذرن و شما نخیر گوشوین. ما هم او هفته گذشته هم او تاریخچه که همکارای ما داشتن قبلا هم وزارت صحت عامه در این قسمت ابراز نظر کرد که عامل فوت از یا که ناشی از ویروس کرونا باشه این قبلا ما رد کرده بودیم نیست، یعنی؟ از این سبب نبود. چیگونه شما فهمیدین که نیست؟ شما میگین تبدلی هنوز ندیده. ببینید که ما هم او تاریخچه مرض است و جمع یک بخشی است که عوامل و حزباب مرگ و میر در یک فرم بسیار مشخصه که سوالات بسیار ساده داره او یک در مجموع معلومات جمع آوری میشه. یعنی شما تلفنی با چند تا بزرگ محل در محل گپ زدین و به شما گفت که در گذشته چی مریضی داشته، چگونه فوت شده اینا، چگونه پس دریافتین؟ روحی کار تیمی قسمی است که همکارا تا مو جایی که امکان رفع باشه به اون محل میرم که نیست که در کنترل طالب و مو معلومات که داشتن در مجموع با در نظر داشت قضاوت مسلکی عامل از این که مرگ که برای به طرف ویروس کووید 19 ایده ما همکار قبلا دمو گزارش خود با چند تا تماس تلفنی و اندک اطلاعات نخند ما پیش در دسترس ندارین که ما اونمو از باب مرگ و میر تا یک فور میخواست پرسیدین و چند نفر به شما گفته بدون جاله و ابزار پزشکی شفاخانه‌ای یا چیزی دیگه؟ ببینید برازی ما زیادتر امو بخشی که قضاوت مسلکی تشکیل میده و او با استفاده از سوالات فرم کمک کننده می باشه که ما را به کدام مسیر راهنمایی بکنه که بتونیم امو سبب اصلی مرگ پیدا شما باعث کسایی که در خط اول قرار دارین برای بهداشت مردم افغانستان باورتان میشه که در کل افغانستان 24 رویداد مثبت کرونا داشته باشیم؟ از همان آغازی که ویروس در شهر ووهان شروع شد از همان آغاز وزارت صحت عامه با در نظر داشت راهنمودهای سازمان صحی جهان ما کار خود آغاز کردیم و گام به گام با اساس خوشبختانه ما دیروز که در ویدیو کنفرانس گزارشی که از کشور چین دیدیم ما هم پروتکل‌های تداوی اهتمامات در بخش قرنطینه در معاینات و در سمپلگیری خوشبختانه چون ما گام به گام از این راهنمودها استفاده می‌کنیم و میشه کرد و همین لازم هر روز همکارای بخش ریسرچ یا تحقیق ما فعلا کار شروع کردن که ما با در نظر داشت واقعیابی و یک مقایسه کرده رایستیم با کشور ایران و کشور پاکستان با در نظر داشت از این که بیش از 100,000 مهاجر آمده باشه با نظر واقعیابی فعلا چقدر است و توقع چی است و به همین خاطر است که اضافه تر از متناسب بوده؟ نیست. ما هنوز به حد نرمالش نیامدیم اما کارهایی که وزارت صحت عامه در قبال کرده بیشتر از 400 کارمند تازه استخدام شد که ما می بخش واقعیابی خود حتی تا سطوح جامعه پیش ببریم. کارکنان صحی جامعه که در خانواده ها داریم در ساعات حدود است همین بیش از 3300 مرکز صحی که ما داریم در سطح کل، شوراهای صحی که ما داریم، یعنی از چینل های مختلف همکارا کار آغاز کردن بتونیم هر قدر ما واقعیابی خود بیشتر بکنیم با همو اندازه موفق خواهد شدیم بتونیم واقعات مثبت بیشتر بکنیم. دوباره خانم کروخی، پارلمان مخصوصا مجلس نمایندگان آیا برنامه روی دست داره که با حکومت کار بکنه یا برنامه بتبع حکومت و وزارت صحت عامه که کمک بکنه افغانستان را در این پیکار؟ ما که اصلا چنین برنامه تا به حال ندیدم، اما روزی که وزیر صاحب صحت آمدم و اونا طبق امون رهنمودهایی که دکتر صاحب ها در این مسائل تبابت میفهمم اونا از رئیس صاحب خواهش کردم که شما اگر یک مدت پارلمان رخصت کنیم چون در یعنی فاصله دو متری این ویروس انتقال میکنه و این بحث این نیست که یک نفر یا دو نفر یا صد نفر میموره. حالا ما روزانه چقدر شهید میدیم؟ مهم ای از دنیا هم کسی میترسه وگرنه تعداد مردن خدر خیلی مهم نیست. مهم ای است که همین اپیدمی یا
انتقال و انتشار از این با سرعتی که دیگر آرم حساب میکنه این بسیار مشکل است. با فاصله صندلی های شما بسیار اندک است. بله دو تا. خب رئیس صاحبم خواهش کرد یکی دو وکیلا هنوز ما نمیفهمیم که در مسائل ساینس و علم و طبابت و اینا همون احساسات ما غالب است. سر و صدا برای انداختم و داد کردم و فریاد کردم که اگه ما بریم به رخصتی من نمیفهمم که مردم فراموش میشن. بابا جان این ای حولا هر کس از بقام جان خو هسته. امروز سلامت بشریت زیر سوال هسته. ای چیزی نیست که کسی اینجا چیزایی که یعنی ما نباشیم اینا حیف میل میشه. امروز چنین نیست. مثلا وزیر صاحب ببخشیم مهندس وزارت صحت تا عمه خیر ببینه اون مدت رفتم به هرات خود زیر نظر. یعنی شما میگین مجلس نه تنها برای افغانستان در این مشکل برنامه ای نداره که در درون برای خودش بله، هم نداره. بله بابا جانم وقتی که ما مثلا 250 نفر اونجا هستیم 103 نفر چند نفر به مشران هستیم وقتی که خدای ناخواسته خدای ناخواسته اگه یکی مصاب شیم ما هزاران نفر میتونیم لااقل اگر خیر ما نمیتونه به جای برسه هم شر و ضرر ما نرسونه قبول نکردم و بالاخره کار به جای رسید گفتم شماها به کمیسیونا باشیم هفته یک روز ما جلسه برگزار میگیم امروز تمام دنیایی که تمام امکانات داره و هی خواهش میکنم روزی یک دفعه دو دفعه صدر اعظم برتانیا خود از او همین مدیریت و رهبری خود از او با عهده گرفته و هر دم به کارمندا خو میگه بیرون نشیم بیرون خوب اونا امکانات دارم معاشار میتونم برسونم ما از حکومت تا خواست ما همینه وقتی که پیشرفته ترین کشورها از این میترسم ما نمیتونیم با بی تفاوتی شکر الحمدلله همه مسلمانیم توکل همه ما به خدا هست یاری رسان خدا هست اما باید احتیاط پیغمبر خدا گفته از دیوار شکسته حذر کن یعنی برای حفظ جان خود وقتی که مرض تاوی امروز وزارت صحت عامه گفته که خانم کروخی که برای بستن محلات عمومی مثل تالارها، سونا، حوزه آب‌بازی و غیره نهادهای حکومتی اقدام چندانی نکردند تنها روی کاغذ بوده چیزایی که گفته شده مثلا وزارت داخله 3 روز پیش دستور داد که باید این محلات بسته شد و هنوز هم باز هستند حکومت بی‌توجه است در این زمینه؟ شما ببینین در این تا یک مسئله جهانی و بشری تنها نمیشه کمی همه رو بندازی بگردن حکومت مسئله حیات ماست از فرزندان ما است از مردمان ما است همین وقت باور کنیم به این ولایت هرات همین نمیفهمم کی بود گفت همه قیلان خونه ها رو ما بسته میکنیم بسته میکنیم ما چون امیر روزی بودالی دقیق بیاد منی دروازه از روی بسته از پشت سر باز دروازه باز میکنم خب وقتی که جوانا نفهمم وقتی که جوانا به غم سلامتی خونه باشم دیگه حکومت چیکار کنه جلو جنگ بگیره، جلو ناامنی بگیره، جلو کرونا بگیره این وظیفه اساسی و مهم و مسئولیت وجدانی و شهروندی تمام شهروندا و اتباع یک کشور است اگه دل اینا دیگه لااقل به خود اینا نمی سوزه به فرزندان اینام که بسوزه این وظیفه تک تک ما مردم افغانستان است هر کدام ما حتی ادارات بس مامورین است در اینجا حکومت باید توجه خاصی داشته باشه هر رهنمایی که میفهمه و هر هدایتی که میفرمایه که اگر او اداراتی که مثل دیگه کشورها سر و کار اینا از طریق کمپیوتر و اینترنت میشه اونا کار خود از درون خونه ها انجام بدن مدت کار کوتاه‌تر شه به همین مدتی که این رشد بسیار سریع داره خدای ناخواسته خدای ناخواسته نشه که ما به مصیبت بریم نه ما امکانات داریم نه شرایط وقتی که جمهوری اسلامی ایران میگه ما در حد نیستیم لحاظ اقتصادی که به قرنطینه بریم ما که به یک روز مرز پاکستان دو روز بسته شد بدیدیم یک کشور وابسته هستیم این خود ما مردم تا جایی هم که به حکومت ادارات حکومتی که به حکومت باید توجه خاص در اینجا مبذول بداره کمی فاصله ها بین افراد کم بشه که بلکم از این مرحله حساس خطرناک ما بتونیم بیاری خدا و با کمک و همکاری مردم و حکومت ما با موفقیت بیرون بیاییم تشکر آقای جلیل کسایی که مبتلا میشن به این بیماری پس از درمان
اونا کاملا از وجودشان دور میشه، نابود میشه این ویروس، یا احتمال دوباره گرفتار شدن هم هست؟ در افغانستان یک نفر درمان شد و فکر میکنم خوب است وضعیتش. بله فعلا نه تنها وضعیت سی امو هموطن ما که منفی بود، تستای تعقیبیش، بقیه هموطن ما که تستاشون مثبت است، وضعیت صحی از اونها خوب است. امو مرحله که اینا تحت اهتمام قرار میگیرن با فواصل از اینکه یک و سه و همین شکل که یک تا سه نمونه تعقیبی را ما بگیریم، که هر نتیجه باید نتیجه قبلی را هم تایید کرده باشه، بالاخره نتیجه منفی اخیرش تثبیت میکنه که واقعا کاملا منفی شده. امکان از اینکه مو ریلپس یا دوباره برگشت هزی باشه فیصدیش بسیار از پایین است. وجود چیزی که در جریان پیام‌های صحی ما هم زیاد سرش تاکید داریم، هر قدر که مقاومت بدن بالا باشه، قوی معافیت بدن بلند باشه، میتونه خوبتر با نه تنها با این مرض با دیگه مرضها هم مقابله کنه. درست. پس امکانش بسیار کم است. امکانش کم است. سازمان جهانی بهداشت گفته که جوان ها هم به دور از خطر نیستند. در این بیماری در گذشته گفته می شد در اوائل که جوان ها احتمال گرفتاریشان کمتر است، سنین بالا خطرناکتر و در معرض خطر قرار دارند. شما می دانین چیزی بیشتر در این باره؟ خب ما ارقامی که در کل روزانه هم ارقام جهانی را مرور می کنیم از نظر کتگوری سینی، از نظر پیشرفت مرز، خصوصا کشور همسایه ما ایران و پاکستان، که ما حتی در کشور خود ما دیدیم که اولین واقعه مثبت ما تقریبا در سینی جوان بود. اما خوشبختانه و مقاومت بدن و فیصدی در حدود 80% از این واقعات من به شکل و خفیف سیر میکنن و اکثرا جوان هم در این کتگوری میان بنابر. اما بیشترین ارقام و بیشترین مصابیت ها بالاتر از سن 55 دیده شده، که بخاطر اینکه اینا امراض زمیموی دیگر همراهش می داشته باشن، که فشار بلند می باشه و امراض سرطانی می باشه و شکر می باشه و امراض مزمن سیستم تنفسی می باشه، که چون این هم امراض علائم سیستم تنفسی را می ده، اینا منس یک فاکتور دیگه اضافه میشن و مو چانس با وضعیت که فعلا این بیماری داره در افغانستان خوشبختانه کم است رویدادها، فکر میکنین که احتمال قرنطینه کامل یا انزوای کامل در پیش رو باشه؟ خب تجربه که دیگه کشورها هم داره، اونا چطور توانستن مثلا کشور چین با این پدیده مبارزه کردن، بالاخره واقعه را به صفر آوردن. مثلا زمانی که از طرف کمیسیون ملی صحت از اینا اعلان شد که مردم در خانه های خود بمانند، همه در خانه ها بودند. اینجا ما نمیشه که ساعات بسیار بزرگ را اختصاص بدیم برای قرنطین. قرنطین هم شرایط خاص خود می داشته باشه. ما میتونیم که باید اینا کدام شرایطی که ما مثلا ما نمیتونیم یک شاید 10 واقعه را بیاریم یک جای قرنطینه بکنیم، امکان داره که یک واقعه از یا مثبت باشه بقیه واقعه منفی باشه. ما در حقیقت خود ما زمینه را فراهم ساختیم که دیگران گرفتارشان. بله. اما آن چیزی که زیاد مهم است اونمو اهتماماتی است که در خانه گرفته میشه و بهداشت شخصی، بخش کنترل و وقایه از این مهمترین بخشی است. هر قدر ما تاکید بکنیم بالای همین بخش، به امو اندازه از شیوع بیشتر از جلوگیری خواهد. سپاسگزار از حضور هر دو مهمان در برنامه. وقفه. با ادامه محور باز هم خوش آمدید. بر بنیاد گزارش ها در دو شبانه روز گذشته تنها در ولایت های زابل، کاپیسا و بغلان در حدود 40 تن از نیروهای دولتی جان باختند. فرماندهی پلیس کاپیسا میگوید که در یک حمله طالبان بر یک پاسگاه نیروهای پلیس محلی و خیزش مردمی در ولسوالی نجراب به شمول 3 تن از جنگجویان طالبان، 4 پلیس محلی و خیزش مردمی
کشته شدند. اما یک نماینده مردم کاپیسا در مجلس میگوید که 10 تن از نیروهای پلیس محلی و خیزش مردمی در این حمله طالبان کشته و زخمی شدند. در همین حال نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان حمله طالبان را بر نیروهای دولتی در نوروز شرم آور میداند. پیکر جان باختگان پلیس محلی و نیروهای خیزش مردمی هستند که جمعه شب در یک حمله طالبان در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا جان باختند. شماری از نمایندگان این ولایت در مجلس میگویند که در این رویداد به شمول الیاس یکی از فرماندهان پیشین جهادی 10 تن کشته و زخمی شدند. اما مسئولان حکومتی این آمار را نمیپذیرند. نه قطعی واکنش آمد، نه دیگه آمد، هیچ کدام گروه های بر ما چیز نکردن، همکاری نکردن. ما افسوس امروز به این میکنیم که جوان ما از کشته میشه ساعت 8 یا 9 بجه که است زخمی میشوه، هیچ ارگانی نمیرسه که زخمی از اون که است نجات بده. از این که تاریکی شب بود، بارش شدید بود، نیروهای امنیتی بالفعل در محل رویداد حاضر شدن و تعداد 3 نفر از طالبان کشته شده است و 4 نفر از نیروهای امنیتی که از خیزش و مردمی پلیس محلی می باشه به شهادت رسیده است و 1 نفر زخمی داره. در همین حال منابع محلی ولایت بغلان میگویند که طالبان 2 پلیس محلی را در بغلان مرکزی جمعه شب در یک پاسگاه به قتل رسانیدند و 5 تن دیگرشان را با خود بردند. دیروز نیز در یک حمله طالبان بر یک پایگاه مشترک نیروهای ارتش و پلیس در ولایت زابل 17 تن از این نیروها جان باختند. هغه تعداد چې ژوندي پاته و هغه وجنګېدل، درو نفرو تر سهاره پورې جنګ کړی دی، ولې متاسفانه چې د امنیې قمندانۍ لخوا څخه، د اردو د خوا څخه او بالاخره د زابل د رهبرۍ د خوا څخه هیڅ نوه کومک نه دی ورسېدلی. در نتیجه درگیری ها میان دو طرف تلفات به طالبا در ولایت های کندوز، بغلان، فاریاب، جوزجان و همچنان بلخ وارد گردیده. در همین حال فرستاده غیر نظامی ناتو در افغانستان حمله طالبان را در نوروز شرم‌آور می‌داند و آن را نکوهش می‌کند. آقای کی می‌گوید که حمله وحشیانه طالبان را بر نیروهای امنیتی افغانستان در زابل نکوهش می‌کنم. در میان یک بیماری همگیر در جهان و پس از تعهد به صلح، چگونه مردمی می‌توانند که در نوروز دستور حمله را بر هموطنان افغانشان بدهند و بر آنان حمله کنند؟ د دوړو جانبانو هدف که جنگ ته وړل وي د افغانستان او د جنگ ته دوام ورکول وي، دا د دې ملک تباهي ده. با این هم وزارت دفاع ملی میگوید که در عملیات های دفاعی آنان در برابر حمله های طالبان در 2 روز گذشته 10 تن از جنگجویان طالبان کشته و زخمی شدند، اما طالبان در این باره چیزی نگفتند. برای بحث بیشتر در این باره آقای میرحیدر افضلی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، اینجا در استودیو با ماست. خیلی خوش آمدین آقای افضلی به برنامه. یک طرف میزی گفتگو و طرف صلح، یک طرف میدانهای داغ جنگ، به چی معناست؟ تشکر. زن سلام به شما و بیندای عزیز تلویزیون. در این زمان اتحاف دعا داریم برای شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان. در این شکی نیست که ما در یک جنگ نیابتی قرار داریم و طبعا هر جنگی از خود تلفات می داشته باشیم. ما می خواهیم یک مکس بسیار کوتاه در ارتباط به تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی داشته باشیم که بیننده ها و مردم عزیز افغانستان بیشتر واقف شوند از موضوعات. ببینین ما در 3 قسمت این موضوع را تقسیم می کنیم. یک قسمت از این برمی گرده به عدم موجودیت یک مدیریت و رهبری خوب. من مثال می زنم تلفات دیشبی که در ولایت کاپیسا صورت گرفت. در یک پوسته حمله صورت میگیره و قماندان خیزش مردمی به خاطر یزی که وفادار به اساکر خود است میخواد از مرکز خود برسانه به پوسته. این درخواست کمک میکنه از اردو، درخواست کمک میکنه از قطعات خاص که برای یک واسطه زیرهی تهیه شوه، چون از موضوع خبر بوده که در مسیر را کمین هست. برای متاسفانه با وجود درخواست های مکرری که میکنه برای یک واسطه زیرهی با وجودی که هم هست در اختیار اردو و پلیس برای اختیارش قرار داده نمیشه و این باعث میشه که به خاطر متعهدی که به سربازش داره با مو واسطه عادی خود حرکت بکنه به طرف پوسته، در مسیر راه همی کمینی که از این موضوع خبر بوده این را کمین میزنن و 5 نفر شهید میشه. اینجا هست که شما تجهیزات داری، امکانات داری، اما عدم موجودیت یک مدیریت و رهبری خوب باعث میشه که شما تلفات داشته باشید. یک قسمت دیگه، بحث دیگه تلفات چرا زیاد هست. جنرال ها و کارشناس های نظامی در دنیا به این باور و معتقد هستند که
یک قسمت عظیم جنگ که سرباز میکنه او را مورال و روحی او سرباز میکنه. یعنی شما اگر تجهیزات خوب داشته باشه، امکانات خوب داشته باشه، اما سرباز شما به عنوان کسی که در خط نبرد و خط نخست میجنگه او روحیه نداشته باشه، شما فاتح جنگ نمیشید. چی چیزی باعث میشه که روحیه و مورال یک سرباز پایین بیاد؟ در اردو و در ارتش یگان چیزی که باعث میشه او نابرابری و نامساوات هست. و این نابرابری و نامساوات از کجا شروع میشه؟ و بی‌عدالتی است. وقتی یک بریدمل میبینه که یک همسنگرش بنابر روابطی که داره در ظرف 4 سال او جنرال میشه و ای بریدمل 10 سال 12 سال در یک رتبه باقی میمانه، طبیعی است که روحی ازی و مورال ازی از بین میره و ای دیگر شاید صرف به خاطر ازی بجنگه که چطور ماش بدست بیاره و امرار معیشت بکنه. بحث سوم ماده چیه؟ همین دو تا چالش بسیار کلان است در درون نیروها و نهادهای امنیتی. اگر چنین باشه آقای افضلین، به این معناست که مثل موریانه نهادها را از بین میبرند در دراز مدت. شما با رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس هم هستین، مسئولانه دارین میگین چون این چیزی در نهادهای امنیتی افغانستان هنوز هم بعدی 20 سال کار و مصرف وجود دارد؟ این چیزی را که ما میگم، نه تنها که خود ما به عنوان کمیسیون دفاعی رفتیم، حداقل 5-6 قول اردو رو در سراسر افغانستان دیدیم و من شخصا خودم تا سطح کندک و توله نزدیک رفتیم، از سرباز، از بریتمال، از افسر دیدن کردیم. این چیز نه تنها من میگم، بلکه گزارش های جهانی هم میگه. سیگار هم این موضوع رو تایید میکنه، واشنگتن پست هم در گزارشات قمیر میگه که هنوز هم در نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان متاسفانه یک حقیقت تلخ است که باید بپذیریمش که روابط بر ضوابط حاکم هست در بسیاری موارد. بحث دیگه ببینید، ما در یک جنگ قرار داریم که دشمن ما نامری هست و این دشمن امکان داره هر لحظه در هر قسمتی از افغانستان ظهور بکنه و بیاید مردم ملکی را، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را هدف قرار بده. برای طور یک جنگ نیاز است که ما استخبارات ما قوی شود. شما ببینین حمله دیشب زابل یک ضعف استخباراتی است که یک تعداد میان جا به جا میشن به عنوان استلام نیروهای دفاعی امنیتی و اینا رابطه می داشته باشن با مخالفین مسلح و در نیمه های شب میخیزن و 33 نفر از نیروهای شجاعی این مرز بومه شهید می سازن. اینی عواملی است که متاسفانه ما در 20 سال گذشته نتونستیم که این ضعف ها را تبدیل به نقاط قوت خود بکنیم و ما کاهش بدیم تلفات نیروهای دفاعی امنیتی. نیروهای سربازا در خطای مقدم جنگ دارن دو دسته در کام دشمن فرو میرن از طرف نهادهای امنیتی افغانستان. خب یک موضوع مطلق هم نیست که بگویم در تمام جاهای صدق میکنه، اما آنچه که ما به عنوان کمیسیون دفاعی و کمیسیون تخصصی یافتیم، یک بخشی از جنگ افغانستان، یک بخشی از تلفات افغانستان، تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی را که ما میتونیم او را کاهش بدیم و این تلفات را نداشته باشیم، اینمی مواردی است که ما ذکر کردیم. بسیار خوب. ولی سوال دیگه است که جدا این مسائل که اینا برمیگردن به مشکلاتی که در نهادهای امنیتی افغانستان هست، شکایت های زیادی هم شده و بار بار از اصلاحات هم گفته شده، اما خب شما میگین که اصلاحات آنچنانی نیامده، چرا فکر میکنین که طالبا در این مقطع زمانی میآیند عملاتشان بیشتر میسازند در زمانی که تمامی توجه به طرف صلح جلب شده و تلاش های جهانی و افغانستان هم به صلح میره؟ فکر میکنین چی هدفی را طالب در این مقطع میخواد دنبال بکنه؟ تشکر. از نظر ما سه مورد میتونه باشه. مورد اول عدم تعهد و پایبندی طالبا هست به می معاهده که امضا شده، یک قسمت. بحث دومی است که خب ما قرار بود 5000 نیروی طالب یا زندانی طالب آزاد بکنیم که نشد، آن چیزی که اونا با امریکا تعهد کرده بود، امریکا با طالب تعهد کرده. بحث دیگه که یک مقدار بیشتر میتونه غالب باشه نسبت به این دو مورد این است که به اثبات رسیده که طالبان آنچنانی که نشان میدن در یک صف واحد نیستن، یعنی جدا از گروهی که آمده با امریکا و قرار است با دولت افغانستان صلح بکنه، گروه های دهشت افغانی دیگه هم هستن که اینا فعالیت میکنن و این چیزی نشان میده که ما متاسفانه در یک جنگ نیابتی بین منطقوی قرار داریم. یعنی تا زمانی که ما اجماع منطقوی را به وجود نبیاریم، کشورهایی که دخیل بودن متاسفانه در جنگ افغانستان تمام از اینا اجماع نکنن، ما عملا ناممکن هست که به یک صلح پایدار در افغانستان برسیم. از نظر من اینمی سه موردی است که میتونم. یعنی شما میگین که تا یک بخشی از طالبا جدای دفتر قطر و رهبری طالبا که دارن صلح میکنن زیر اشاره یک کشور مشخص یا استخبارات مشخص به جنگ ادامه میتن و عملات میتونه کاری اونا باشه؟ بله شما دیدین که ترتیب افضلی، بله فکر میکنین اون چی که اون قیمتی که افغانستان داره میپردازه در صلح با طالب قیمت متناسبی است؟
ببینید هر چیز یک ارزش داره. ما آمدیم 20 سال سپری کردیم، از سال 2001 تا 2020 رسیدیم، ما دستاوردها داشتیم، ما آزادی بیان داریم، ما یک اردو داریم، ما تحصیلات علیم پیشرفت کرده، حقوق خانم و ده ها مورد دیگه. اگر قرار باشه که ما تمام از این معامله بکنیم به خاطر از این که طالبا بیان، ما فکر میکنیم مردم افغانستان ای بها را نمیپردازن برای صلح، و یک صلحی هم که معلوم نیست که آیا میاد یا نمیاد. و در ارتباط به صحبت قبلی شما دیدین که ملا ایاز نیازی در فرا بسیار با وضاحت اعلان کرد که کسانی که رفتین به نمایندگی از تحریک طالبان در قطر صحبت میکنه، اون نماینده ما نیستن و ما به جنگ خود ادامه میدیم. و شما دیدین که در زمان کاهش خشونت ها قرار داریم و متاسفانه چندین مورد عملیات داشت، چند روز قبل در ولایت قندوز بود، در ولایت بلخ بود، در ولایت ننگرهار بود، حداقل 24 ساعت گذشته که شما گزارش داشتین. در سه ولایت ما تلفات داشتیم، چیزی بودی بیشتر از 30 نفر. چقدر فکر میکنین که این حمله ها بتانه آسیب برسانه به آنچه که تعهد شده روی کاغذ با آمریکا، و چقدر میتانه که گفتگوهای میان افغانان صدمه بزنه؟ خب این بحثی رو که شما مطرح کردین مای نگرانی هست. طبعاً چالش جدی که در پروسه صلح هست، چالش زمانی چالش آغاز میشه که مذاکرات بین الافغانی شروع شه. متاسفانه ما از این طور مذاکرات در گذشته هم خاطری خوب و خوش نداشتیم. یعنی منظور ما این است که یعنی به توافق رسیدن تمام مردم افغانستان و گروه هایی که در دخیل هستند بروی یک موضوع شاید بسیار مشکل باشه. ما ناممکن نمیخوایم بگیم، ولی بسیار مشکل به نظر میشه در ارتباط به صلح. و در ارتباط به بها، توانی بهار امروز سرباز میپردازم، این بهار مردم افغانستان میپردازه که متاسفانه نیروهای امنیتی و دفاعی ما در یک حالت دفاعی قرار گرفتن و اینا میبینن تحرکات دشمنه. حتی اطلاعاتی که ما داریم اینا از این فرصت استفاده میکنن به خاطر تجهیز دوباره خود، به خاطر اکمالات دوباره خود، که اگر قرار باشه تا چند روز آینده موضوعات و مذاکرات صلح به جای نرسه، عملات از اینا بیشتر و به مراتب خونبارتر از گذشته بالای نیروهای دفاعی و امنیتی و حتی مردم ملکی که متاسفانه در سال گذشته ما 43% افزایش داشتیم. افغانستان غافل گیر شده به نحوی در یا فریب خورده، فریب کاهش خشونت و نیت پاک طالبان را که در چند وقت گذشته بوده؟ قرائن امیر نشان میده. شما ببینید که از طرف حکومت افغانستان مکمل موافقتنامه مراعت شده، هیچ عملیاتی ما نداشتیم. اما از اون طرف جانب مقابل شما دیدین که در چندین جای حداقل در روز گذشته این عملات صورت گرفته و ما توان گزافه پرداخت کردیم. بسیار خوب. ولی آقای افضلی، خب مردم شاید بپرسن از شما که شما به حیث نماینده های مردم سه تا چالشی را که در اول فهرست کردین اساسی و بنیادی است، آیا گاهی شده که به فکر برداشتن گام هم شوین برای حل این مشکل یا نه؟ 100%. ببینید ما به عنوان کمیسیون دفاعی شاید بر اولین بار بود که ما یک گزارش مکمل و تفصیلی از وزارت دفاع جور کردیم. تمام ساعاتی را که رفتیم چالش ها سیب شناسی کردیم و نتیجه هم گرفتیم و راه حل هم پیشنهاد کردیم که برای اینی چالش اینی راه حل هست. و این گزارش خود ما به خارجی هم شریک ساختیم که بسیار استقبال هم شده و به وزارت دفاع این گزارش چون رخصتی ما آمد تازه کار شروع کردیم و موضوع انتخابات هیئت اداری بود. در نخستین روزهای گزارش همراه از اونها شریک ساخته میشه و ما توقع داریم که مقامات وزارت دفاع از یافته هایی که ما داریم از او استفاده کرده و این چالش ها را در رفش اقدام بکنن. در غیر از او باز ما اقدامات بعدی خود حتما می داشته باشیم و همراه مردم افغانستان هم حتما شریک میشیم. کلانترین مشکل همی بوده تا فعلا پس نمیدانین که وزارت دفاع توجهی کرده یا نه؟ خب ما در مرحله بودیم که ما میرفتیم باید چالش ها را آسیب شناسی میکردیم، پیدا میکردیم کو قسمت کار خلاص شده. حال چون رخصتی های ما بود، بعد از رخصتی آمدیم، فرصت ازی است که ما این شریک بسازیم و بریم برای حلش کار دنبالم باید بکنین بدون شک. 100% وظیفه ما. سپاسگزار آقای افضلی از حضور شما در برنامه. و حالا ادامه خبرها. شماری از شهروندان میگویند که اگر مردمان کشور برای جلوگیری از واگیری ویروس کرونا بهداشت را رعایت نکنند، این ویروس کشنده مانند کشورهای دیگر افغانستان را نیز به تباهی خواهد کشاند. شماری از پزشکان میگویند که شناسایی بیماران کووید 19 در مرزها اطمینان بخش نیست و باید کسانی که از ایران و کشورهای دیگر برمیگردند برای سلامت مردم بهداشت را رعایت کنند. بانوی جوانی در ولسوالی مروره ولایت کنر در فاصله زمانی 6 سال سه شوهرش را که همه عضو نیروهای دولتی بودند در جنگ‌ها از دست داده است. تاج بیبی 25 ساله پس از جان باختن شوهر نخستش با برادر شوهرش نکاح بست، اما پس از آن که شوهر دومش هم در جنگ جانش را از دست داد، این بانو به نکاح
پسر دیگر خانواده شوهرش درآمد. شوهر سوم او نیز دو سال پیش آماج یک ماین کنار جاده قرار گرفت و پس از آن تاج بیبی برای چهارمین بار با پسر دیگر این خانواده عروسی کرد. نامزدی افغانستان به عضویت در سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی به علت مشکلات در گردآوری درآمدهای منابع معدنی کشور به حالت تعلیق درآمد. مسئولان سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی میگویند که 9 ماه پیش نامزدی عضویت افغانستان در این سازمان به حالت تعلیق درآمده است. سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی میگوید که این کار میتواند علت کاهش سرمایه گذاری های کلان در بخش معادن در افغانستان باشد. شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در جهان به بیش از 275,000 رسیده است و نزدیک به 12,000 تن به علت این بیماری جان باختند. مقام های ایرانی می گویند که در هر یک ساعت 50 تن در این کشور به بیماری کووید 19 دچار می شوند. در پاکستان هم شمار مبتلایان به بیش از 500 رسیده است و کم از کم 3 تن به علت ویروس کرونا جان باختند. در همین حال برای سومین روز پیاپی در چین هیچ رویداد مثبت محلی ویروس کرونا ثبت نشده است. سپاسگزارم از همراهیتان. خدا نگهدار.